بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمام مسئولین عزیز، امید که همه‌تان دارای صحت سلامت کامل باشین. کامیابی شما را به سمستر چهارم براتان تبریک میگم. مسئولین عزیز، قسمی که شما آگاهی دارین در این سمستر درس ها به شکل آنلاین پیش میره و علتش هم معلوم است، همین علت ویروس کرونا. مضمون ما مضمون اخلاق طبابت میباشه. این مضمون دارای یک کردت است. در این مضمون منابع بیشتری وجود داره که شما میتونین او را مورد مطالعه قرار داده و ازش استفاده کنین، اما در این بحث ها میتونیم از این سلاید ها کمک بیشتر بر ما میکنن. خود کلمه اخلاق از کلمه اتیک گرفته شده که رفتار و عادت انسان است، عبارت از قواعد و اصول حاکم رفتار صحیح در انسان میباشد. در رابطه به اخلاق تعریف مختلف وجود دارد که میتون اخلاق را قسم تعریف کرد که تمام حرکات، سکنات، رسم و رواج ها، احکام های ارادی و غیر ارادی که در جامعه وجود دارد اخلاق است. و طور خلاصه اگر بگیم، آنچه در کردار رفتار انسان وجود دارد همینا اخلاق را مشخص میکنه که میتواند درست باشه و یا هم نادرست باشه. هر چی که از انسان سر میزنه تعریفش اخلاق میباشد. اما در رابطه با اخلاق تعریف مختلفی از علما و دانشمندا هست. ایجا روی تعریفی که امام غزالی کرده بحث میکنیم. امام غزالی هم یکی از متوسفین عارف و زبردست جهان اسلام میباشد که معروف ترین کتاب اینا به نام کیمیای سعادت میباشد. براتان توصیه میکنم که کتاب یک بار هم مورد مطالعه تان قرار بدین. امام غزالی اخلاق را عبارت از تعریف میکنه، عبارت از حالتی از راسخ و مؤثر در درون انسان. باز هم بحث چی میشه؟ روی درون انسان میره، چون اخلاق همیشه از انسان سر میزنه که در سایه آن بدون اندیشه افعال و رفتار از بشر ظاهر میشه. یعنی زمانی که یک انسان در یک حالت خراب قرار داره، یک شخص برش یک گپی را میزنه که باعث از این میشه که ناراحت شوه، او بدون ای که فکر کنه رفتاری که از خود بر شخص نشان میده، جانب مقابل نشان میده، ای خودش نماینگر اخلاق است. یعنی اخلاق خوب و اخلاق بد. هیگل هم یکی از فلسفه‌دانهای غرب میباشه، فکر میکنم از فرانسه میباشه. اخلاق قسمی تعریف میکنه، میگه عبارت از پیروی از قوانین میباشه و میگه با اخلاق کسی است که متی قانون باشه. وجایب اخلاقی. وجایب اخلاقی وقتی که میگیم قانع کننده باشه، یعنی از نظر منطق ثابت باشه و سازگار باشه. ما قسمی که مثال بگیم، در جامعه افغانی که ما صحبت میکنیم قابل قبول بر همه باشه. بحث طبیعی را که شروع میکنیم، اعتماد مریض باید به خود جلب کنیم و متکی به حقایق باشه. موضوعی را که میخواییم بیان کنیم برای مریض، این یک ثبوت داشته باشه، قابل استفاده در سطح جهان باشه، بی طرفانه باشه. طبیب زمانی که مریضی را معالجه میکنه بی طرفانه باشه، خصومت های شخصی که هست را نباید در نظر بگیره. اساسات اخلاق طبابت هم میگیم کدام موارد تشکیل میده. مسائل تشکیل میده که در جامعه حکومت داشته باشه، به این معنا که هر قدر در بین افراد جامعه روابط حسنه، پاک و صادقانه وجود داشته باشه، به منافع شخصی موجود باشه. یعنی هر مسلک در طول تکامل خود تاثیرات بالای کیفیت اخلاقی و سایکولوژی افراد به جا میگذره. یعنی قسمی باشه که در جامعه مورد قبول هم افراد جامعه باشه. اهمیت و ارزش اخلاق. عامل انجام وظیفه. زمانی که یک طبیب وظیفه را اجرا میکنه، باید مطابق وقت خود انجام بده، تایم در نظر بگیره. آرامش و سکون. زمانی که یک طبیب یک مریض به شکل درست معالجه میکنه و در خدمت مریض میباشه، این باعث آرامش در وجود خود طبیب میشه. گاهی اوقات عدم بی‌توجهی طبیبان باعث نارامی وجدان میشن. یعنی هر قدر که صادقانه و پاک عمل کنه، اونم قدر طبیب آرام میباشه. مایه حفظ عرض و حالت. یعنی طبیب حرکتی را انجام نده که مریضش احساس ناامنی کنه یا احساس ناراحتی کنه.
قسمی که نزد طبیب مریض باید امنیت خاصی داشته باشد بدون کدام ترس، یعنی محرمیت ها را طبیب باید در نظر بگیره. هر قدر که مریض نزد طبیب امنیت داشته باشه، اونا مقدر آسانتر میتونه مشکل خود را برای طبیب بیان کنه و زودتر صحت یاب شوه. اینا به شکل شمارهوار تنظیم شده. تحکیم روابط اجتماعی، هر قدر که مریض یا افراد اجتماع بالای دکتر اعتماد داشته باشن یا دکتر اعتماد مثبت بر اینا داده باشه، اونم قدر روابط اجتماعی بین اجتماع و دکتر هم خوبتر میشه. اعتماد به دیگران، هر قدر که اعتماد دو طرفه بود، اونم قدر باعث این میشه که مشکلات اینا کمتر شوه، باعث از این میشه که در جامعه هم یک روابط مثبت برقرار شوه، چون دکتر با اخلاق بوده و روابط اجتماعی را خوبتر در نظر گرفته، اونم قدر است که محبوب است در نزد جامعه و نزد اقارب و مریضای خود. خود اخلاق باعث از این میشه که افراد جامعه قانونمند زندگی کنند. از اخلاق مثبت، چیزی که از یک نسل به نسل دیگه انتقال می‌یابد. حفظ تمدن، طبعا انسانی که دارای اخلاق کامل است ارزش‌های اخلاقی تمدنی خود را هم در نظر می‌گیرد و بالاخره رعایت اخلاق سبب این میشه تا انسان به فرصت‌هایی که در تکمیل ویژگی انسانیش است بپردازه و جنبه‌های معنوی حیات خود را برجسته بسازه، رویش کار کنه و تقلید مثبتی از افراد دیگه در اخلاق خود داشته باشه، یعنی اخلاق پسندیده خود. انواع اخلاق را هم به دو قسم تقسیم میکنن، اخلاق نیک و اخلاق بد. اخلاق نیک صفاتی است که وجدان پاک و عقل سلیمی که در هر انسان به خوبی آنها گویی میدهد و از همه انسانها انتظار داریم به او گونه باشه. مانند اخلاق نیکی که میگیم از همه انتظار داریم، مثل عزیز، عدالت، انصاف، احسان، وظیفه شناسی، مساوات، کمک به انسانها، اینا تمامش راستگویی، خوش اخلاقی، مهربانی، رازنگهداری، خیرخواهی دوستان و اقارب و مریض ما، بخشش و صفات پسندیده دیگر شامل اخلاق نیک میشه. چنانچه پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم میفرماید: من مبعوث شده ام که تا مکارم اخلاقی را به اکمال برسانم. و اخلاق بد هم شامل بدرفتاری، بدگمانی، شک، مزایمت های مختلفی که از یک شخص به شخص دیگر میرساند، تمام اینا شامل اخلاق بد میتونه باشن. باز هم طبابت، ابن سینا در کتاب قانون طبابت تبره چنین تعریف میکنه، میگه دانشی است به وسیله از او انسان بر کیفیت تن آدمی آگاهی یافته و هدفش حفظ تندرستی در موقع سلامت، بازگرداندن آن به بیمار میباشه، یعنی صحت کامل، صحت خوبی را که داشت دوباره برگشتاندنش به مریض خود.